سرای گلم، دوستای خوبم مهرداد عبدی هستم، مربی رایانه شما در دبستان پسرانه پرتو علوی. امروز میخوایم درس دوم از نرم افزار فتوشاپ رو به شما آموزش بدیم تا کمکی بشه بر ادامه کلاس های آنلاین شما. دوستای عزیزم، ابتدا میرم داخل فایل اوپن یا کنترل او توی دسکتاپ من، یه عکسی از قبل آماده کردم، ایمیج اوپن میکنم و عکس باز میشه. من روی این زوم میکنم یه خورده بیاد جلوتر تا به وضوح کامل شما اینو ببینید. بچه ها، برای انتخاب من ابتدا میام روی رکتنگولار یا همون مستطیل یا چندضلعی اینجا برای شما سلکت میکنم یا انتخاب میکنم، میشه مستطیل. برای اینکه مستطیل به مربع تبدیل بشه همزمان با این کلید شیفت رو هم فشار میدم که طول عرض واحدی داشته باشن، یعنی مستطیل به مربع تبدیل میشه. دوباره میام روی این راست کلیک میکنم، الیپس رو انتخاب میکنم. وقتی که الیپس رو انتخاب میکنم بیزی میکشه، بیزی رو میخوام به دایره تبدیل کنم. دوباره میام انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم، دیگه بیزی رسم نمیکنه، دایره برای من انتخاب میکنه. در نتیجه برای تبدیل مستطیل به مربع یا بیزی به دایره حتما باید از کلید ترکیبی شیفت استفاده کنیم. بعد از انتخابمون احتمالاً ما بخشی از این موضوع از یادمون رفته که به این اضافه کنیم، کم کنیم یا جوین کنیم. وقتی که ما انتخاب میکنیم نواری برای ما این بالا ظاهر میشه. برای اضافه کردن، اد کردن، روی اد چکار میکنیم؟ کلیک میکنیم اد تو سلکشن، یعنی اضافه کردن بر انتخاب قبلی. وقتی که این کارو کردم بغل علامت مثبت ماوس من یه مثبت کوچیک دیگه ای میاد، یعنی من الان هر موردی رو اینجا انتخاب کنم بر این موضوع داره اضافه میشه. مورد بعدی که اینجا هستش برای من هست سابترکت. یعنی چی؟ وقتی که من سابترکت رو انتخاب میکنم بغل علامت ماوس من منفی میاد، یعنی من هر جایی رو از این انتخاب کنم کم میکنه، منفی میکنه. گزینه بعدی که من اینجا دارم انتخاب میکنم نوشته intersect. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من اینو انتخاب کنم ضرب در میاد و ما بین انتخاب اول و همون جایی که من انتخاب کردم، جایی که با هم جوین میشن یعنی اشتراک با هم دیگه دارن، اون مسیر رو برای من انتخاب میکنه. این در مورد سلکت بود، انتخاب کردن بود. بچه ها، ما میتونیم چی کار کنیم؟ بعضی جاها هستش اشکالی داریم که انتخاب ما به صورت نامنظم هست. اینا منظم بودن، دایره بود، بیزی بود، مستطیل بود و همچنین مربع بود. من این دفعه میخوام در مورد انتخاب‌های خودم به صورت اشکال نامنظم انتخاب کنم. برای انتخاب اشکال نامنظم حتما روی لاست میایم و انتخاب میکنیم. انتخاب بر مبنای مسیری که من با حرکت ماوس اینو انتخاب میکنم. این شد انتخاب به صورت نامنظم. ببینیم بچه ها، یه بار دیگه انتخاب میکنم، انتخاب به صورت نامنظم، یعنی جز اشکال هندسی نیست. این بر روی این اشکال نامنظم هم انتخاب نامنظم هم میتونم اد کنم، یعنی بیام از این بخش اینجا رو رسم کنم به اینم باز اضافه کنم. پس فرقی نمیکنه این اضافه کردن، کم کردن، جوین کردن با هم دیگه روی اشکال منظم و نامنظم هیچ اتفاقی نمیفته، یک واحد دستور صادر میشه براشون. مورد بعدی که اینجا هستش و من میخوام روی این کار کنم،
پولیگون هستش. یعنی چی؟ یعنی انتخاب چند ضلعی. چند ضلعی مثل مثلث، من میام اینجا انتخاب میکنم، اینجا رو هم انتخاب میکنم و اینو هم انتخاب میکنم. وقتی که من این انتخاب رو انجام میدم، بچه‌ها توجه بفرمایید، این خط ثابت بود، خط راست بدون انحنا بود که من تونستم مثلث رو تو اینجا انتخاب کنم. میتونم پنج ضلعی انتخاب کنم یا هر ضلعهای خاص خودمونو. فرق این با نامنظم این بود که این خط ثابته، اون انحنا داشت. پس این هم شد یک روش دیگه ای از انتخاب. یه مدل دیگه ای هم داریم بچه ها، شما توی برنامه های کودک یا جای دیگه دیدین که عصای جادویی داره. ما میاییم از عصای جادویی هم استفاده میکنیم، ماجیک وند. میام عصای جادویی رو من کلیک میکنم، جاهای خاص رو برای من کلیک میکنه، انتخاب میکنم برای من کلیک میکنه، جاهای خاص خودش رو انتخاب میکنه. پس اینم یک روش دیگه ای از انتخاب بود. در ضمن وقتی که شما دارین انتخاب میکنین، جاهای خاصی رو انتخاب میکنین مثل این مثلث یا مربع یا چند ضلعی دیگه، یه ریفایند هم اینجا داریم ما. وقتی که روی ریفایند میرین، گزینه هایی برای شما ظاهر میشه که اون بخشی از مثلث انتخاب کرده رو برای شما نشون بده. یا میتونیم بگیم که وقتی که شما اینو انتخاب کردین، پشتش رو برای من شطرنجی نشون بده، یا وقتی که اینو انتخاب کردین، پشتش رو برای من سفید، بلک، یا خیلی مسائل دیگه ای اینجا هستن که روی اینا هم میتونیم کار کنیم و برای ما استفاده بهینه ای داشته باشه. خب روی ریفاین هم ما میتونیم کار کنیم و فعالیت کنیم. درس دومتون در همین اندازه بود. همین درس رو من توی گروه براتون میفرستم، توی عرض خانه خدمتون یوتیوب و آپارات هم میتونید این درس رو مشاهده کنید.